با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 28 از ماه مارس سال 2011 میلادی. در روزهای دوشنبه مدتی است در حضور شما در باب مغالطات صحبت میکنیم. این مطلب مغالطات بی اندازه مهم هست، مربوط است به منطق زبان و خطای فکر و از اینجور چیزها که البته ما رو انقدر گیج و گمراه کردن که اساساً قرنها طول میکشد تا ما بتوانیم این مغالطات رو از فکر و زبان پاک بکنیم. فرهنگ گسترده در مملکت ما فرهنگ عقلی نبوده متاسفانه در این چند قرن اخیر. فرهنگ هپروتی و داستانهای مهمل ما بعد و طبیعی و هر گوشه یک مهملی مربوط به عرض کنم همین دین و مذهب و اینجور چیزها. و بزرگترین دشمن خرد دین هست، مذهب. چون کسی که از مذهبی شد یعنی قفل میزند بر در معرفت و تفکر، به خصوص تفکر استدلالی رو. این عرض کنم که تعلقات دینی و مذهبی به هم میریزه. این دین و مذهبی چیز قدیمی است، مربوط به دوران آدمهای جاهل. انسان امروزین با این پیشرفت و این گسترش خرد نیازمند به این تشکیلات ندارد اساسا. خب امروز خدمت شما میخواهم داستان این مختار جنایتکار خوناشام گرسنه چشم دزد که سر چندین نفر داشت کلاه میذاشت و موفقم نشد بخوانم. از عرض کنم تاریخنامه طبری شنیدم آخوندها گفتن این مختار آمده است ما رو آدم کرده است. حالا شما تصورش رو بفرمایید، مملکتی بدون پایه و بدون مایه و بدون گسترش و بدون معرفت و بدون مدنیت، بعد از هزاران سال که دست دزدان مدینه افتاده، یک آدم پابرهنه بیشرافت دزد دروغگوی مثل مختار آمده ما رو آدم کرد. این دهنه ملایان رو باید گل گرفت. واقعا ما هیچ وظیفه ای نداریم جز اینکه با این اهریمنا مبارزه بکنیم، با فکرشون، با حرفشون، با کتابهاشون، با حکومتشون. اگر بتوانیم این نوع رو از بن براندازیم از این جامعه فبه ها، وگرنه اینا رو محدود کنیم در همون مسجد برون انقدر مزخرف بگوین تا خسته شون که مختار آمده است به ایرانی گندم کاشتن یاد داده. این مرده که بیشعوری که این حرف رو زده، ندانسته است که این آریایان که آمدن به این فلات با کشاورزی چندین امپراتوری رو پشتیبانی کردن و کشاورزان ایران از بهترین بودن در دنیا. در این فلات بی آب و علف چه نبوغی به خرج دادن این اجداد ما. حالا مختار دیوانه پابرهنه از نمیدونم گداخانه بسته بانه نمیدونم کجا آمده است و اصلا این فلان فلان شده ایران نیامد. فیلم میسازن، میلیون ها ثروت مملکت رو خرج این پدر سوخته های معذرت میخوام خونخوار آدم کش دوست کردن و برای بچه های ما قهرمان میسازن از این دیوانه ها. من تعجب میکنم این روشنفکران ایرانی، دست به قلم های داخل ایرانی، همه ترسیدن، جا زدن، در رو بستن، جلوی اینو باید ایستاد. اجازه بدهید که حافظ رو باز کنیم، پناه ببریم به حافظ از دست این شیاطین رجیم و باز کنیم ببینیم شاید یک غزلی به دست بیاوریم که نخونده باشیم، که این غزل خیلی خیلی بلندی است. غزل کوتاه‌تری رو انتخاب میکنم از اینجا. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. اون که میگویند اون خوشتر ز حس، یار ما این دارد و اون نیز هم. یاد باد اون کو به قصد خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز هم. دوستان در پرده می گویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. عاشق از قاضی نترسد می بیار،
بلکه از یرغوی دیوان نیز هم. بله، محتسب داند که حافظ عاشق است، واصف ملک سلیمان نیز هم. بله، حافظ از قاضی نترسد، می بیار، بلکه از یرغوی دیوان. دیوان یعنی دولت. بله، اینجا در زیرنویس عرض شود که توضیح هم داده است مرحوم علامه قزوینی، یرغو که یارغو با الف نیز نویسند، به مغولی به معنی عدلیه و استنتاق و مرافع مدعی و مدعی علیه و قانون است، و یارغوچی به معنای قاضی و از اینجور قبیل. توضیح که مرحوم علامه بزرگوار در پایان داده است. خب، این هم از این غزل. دیروز در خدمت دوستان بودیم در محل اولمپیک کلکشن، و هر موقع من میروم اونجا متعجبتر میشوم از تعداد دوستانی که مشارکت میکنن در این جلسه که خوندن شاهنامه است. دیروز ما استفاده کردیم از جلد دوم، اگر اشتباه نکنم، تألیف جدید استاد دبیر سیاقی از این شاهنامه جذاب شیرین. چون شاهنامه ایشان مبتنی هست بر عرض کنم که اون شاهنامه اون مرد انگلیسی که 15 نسخه رو معیار قرار داده بوده بماند، این شاهنامه‌ای که مبتنی بر یک نسخه هستند، بر اقدم نسخ مثل شاهنامه مسکو، بسیاری از ابیات رو ندارن، و چون اقدم نسخ بیشتر از 250-60 سال یا بیشتر فاصله دارد به زمان فردوسی، این در واقع این اقدم نسخ کاری انجام نمیده، چون فاصله خیلی زیاد هست. گذشته از این، خود فردوسی تألیف های مختلفی از شاهنامه، حالا بگذاریم از این حرفا، خیلی شاهنامه جذاب و شیرین نیست. شاهنامه ماکان بوده که عرض کنم که تصحیحات خیلی جدید کردن این استاد، و خیلی شاهنامه جذاب و جالبی است. ما از روزگار کودکی که آشنا شدیم با تاریخ بیهقی، همواره تصور مخلص بر این بود که یک محقق پرحوصله دلسوز بایستی پیدا بشود و یک فرهنگی بر این تاریخ که شاهکار تاریخ نویسی است و شاهکار نثر نویسی است انجام شد. عرض کنم که تا دیروز دوست عزیز من آقای منوچهر خاشه این کتاب رو به من دادن، دیشب درش نگاه کردم، خیلی خیلی کتاب جالب و جذاب و خوبی است. فرهنگ تاریخ بیهقی، اینجا تألیف دکتر سید احمد حسینی کازرونی. اگر شما علاقه به تاریخ بیهقی دارید و خواندید و در عرض کنم فهم بعضی مصطلحات دچار ابهام شده اید، می توانید به این کتاب مراجعه بفرمایید. تا فرهنگ تاریخ بیهقی، تألیف دکتر سید احمد حسینی کازرونی. اینم یک مطلب. عرض شود که دوست عزیز ما جناب فرهنگ فرهی، فکر میکنم همه شما ایشون رو بشناسید، مرد محترم بیش از 50 سال هست در کار روزنامه نگاری و ادب، و ساکن لس آنجلس هستن و برنامه ها دارن در تلویزیون پارس، پیش از این هم در تلویزیون تصویر ایران بودن صبح زود. اخیراً آقای فرهی که سالها با این دوستان موسیقیدان و هنرمندان نشست و برخاست داشته، انتخابی کرده است از آهنگهای تراز اولی که در این 100 ساله خوانده شده است و اجرا شده است، این نوار باران نور، و با صدای خودشان شعرها خواندند و ترانه ها پخش شده است. بسیار بسیار جالب است. لازم است که مرد بزرگواری که این همه در خدمت جامعه بوده و کاری انجام داده است، ما بایستی حتما پشتیبانی بکنیم از آقای فرهی. یک تلفن هست که این البته چاپ سوم هست، من خدمتتون اعلام میکنم، میتوانید تماس بگیرید 818 439 1943
818-439-1943. من خواهش میکنم امیر عزیزم در موقع تنفس یکی از کارهای این مجموعه رو برای شما پخش بکنن که حتما خواهید پسندید. خب از این هم میگذریم و دیروز در بله بله خیلی ممنونم امیر جان، باران نور، کاری از فرهنگ فرهی که با بصیرتی که ایشان دارد در کار موسیقی انتخاب کردند و عرض کنم که نوشتند با نوشتاری از محمود خوشنام و علیرضا میبودی. در واقع مجموعه شعر و موسیقی است، تنظیم و اجرا فرهنگ فرهی. خیلی خیلی سپاسگزارم امیر جان. دیروز در خدمت دوستان بودیم و موضوع در واقع این مقدمه بیژن و منیژه رو خدمت دوستان خوندیم که لابلای سخن البته مباحث دیگری هم در میگیرد و اینها. این توصیف شب استاد که حتما به گوشتان خورده است: شبی چون شبه رو شسته به غیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه، شده تیرن در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ، چو پولاد زنگار خورده سپه، زمانه به غیر اندر اندود چهر، سپاه شب تیره بر دشت و راه، یکی فرش افکنده چون پر زاغ، جهان را دل از خیشتن پر هراس، جرس بر گرفته نگهبان پاس. بله بعد می فرماید: زمین زیر اون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، و چند بیت دیگر اینها که در روزگار قدیم به این می گفتن براعت استحلال. در واقع یعنی در واقع اساره‌ای مختصری از کل داستان یا شعری که بسیار در تناسب باشد با کل داستان گفته می شود در مقدمه، که براعت به معنای برتری و چیرگی است. اولین باری که ما این لغت رو دیدیم خیلی خیلی بچه بودیم، در واقع بچه که چه عرض کنم، شاید در 12 سالی که با کلیل و دمنه آشنا شدیم، مرحوم گرکانی در این تصحیح کلیل و دمنه در باب عرض کنم که ابوالمعالی میگوید فاضل بارع، ما بچه بودیم گفتیم بارع آقا به چه معنی است. باری استحلال یعنی طلب ماه کردن، یعنی به ماه نو نگریستن. اینها براعت استحلال یعنی که در واقع مقدمه یک نشانه از ماه تمام هست، که ماه تمام کل داستان هست. اینها در روزگار قدیم از این عرض کنم که شاقندی ها در عرصبت که علوم مربوط به شعر بدیع باری بسیار بسیار زیباست، یکی از شاهکارهاست این مقدمه. در بابش صحبت کردیم و خواندیم چند بیتی هم از متن، بنابنش هم صحبت ها بود و باعث واقعا هم شگفتی و هم افتخار بود که دیدیم دکتر محمود عنایت عزیز ما هم با 2-3 اتوبوس گرفتن این مرد بزرگ، تشریف آوردن اونجا و همه خوشحال شدن از دیدار این استاد دانا و توانا و بزرگوار. و دوستان دیگری هم البته در اونجا بودن. در یک شنبه های آخر ماه ما اونجا هستیم و عرض کنم که انتخاب های مختلف میکنیم از شاهنامه. آمدم اینجا دیدم دوست عزیز ما آقای عرض کنم که زکایی، بله نوشا زکایی شاعر هستند، مرحمت کردند اینجا با یک خط خوشی شعری گفتند از برای مخلص، که از سپاسگزارم. فقط به منظور قدردانی از زحماتشون من چند بیتشون میخونم، البته من در حد عرض کنم که مراهم ایشون البته نیستم، اما آمدم و ماریا این پاکت زرد به من دادن و دیدم که مرحمت ایشون است، براتون میخونم چند بیتون. فرمودن:
ای مشیری جان که دانم دین نداری دین توست، رادی و آزادگی آینه آیین توست، هر ورق از دفتر تاریخ زهری تخناک، اون چه جذاب است ما را گویش شیرین توست، شاعری را از چه پنهان میکنی با ما بگو، آر باشد این هنر یا در خور تحسین توست، دیدم استقبال رنگین تو از شعر خویی، من برانم کین تغزل کمترین تمرین توست، در شکار واژه ها بله که کم ماننده ای، بی خطا تیری که افتد بر حرف زوبین توست، در سخن مضمون دلکش آفریدن سهل نیست، حرف را معنای تو معنای نو از قوت تضمین توست، گوهری داند گوهر را قدر میدانیم ما، این سرشت نیک از طبع خوش گلچین توست. الی آخر، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. بله، ممنونم از دوست گرامی آقای زکایی، سپاسگزارم. من این شعر رو نگه خواهم داشت در کنار مراهم دیگری که دوستان فرمودن در این زمینه. خب اجازه بدید برم این سراغ این مختار دوز آدمکش دروغوی کلاهبردار حقباز. در میان عرب، این عرب ها عرض کردم خدمت شما مردمان بسیار خوبی بودن قبل از اسلام، فضیلت ها داشتن قبل از اسلام، بزرگواری داشتن قبل از اسلام. بین اینها آدم‌های بزرگ بود، شاعران بزرگ بود قبل از اسلام، تحمل مذهبی داشتند قبل از اسلام. همین که شنیدید که 300 بت در خانه کعبه بود و هر قبیله بتی داشت و اینا 3 ماه 4 ماه مزار و شمشیرها رو به دور می‌انداختن، روزگار صلح و آشتی می‌آمدن دیدار می‌کردن، خصومت‌ها به دوستی مبدل می‌شد، بت‌ها رو زیارت، خیلی زیبا بوده، بی‌اندازه زیبا بوده، بسیار بسیار از این الله زشت پرستیدن زیباتر بوده، همون تحملش و تساهلی که داشتن و احترامی که به هم می‌گذاشتن در باب دین بسیار زیبا بوده. و قطع نظر از این حرف‌ها، هر کسی در هر جایی دچار فشار می‌شد، مزایقی بر زندگیش و اندیشش و دینش اینا عرض میکنم که تحمیل میشد، میرفت در عربستان، جای آزادی بود، بیابان آزادی بود، آقا کسی به کسی کاری نداشت در باب دین و مذهب، یهودیان، مسیحیان، هندوها اونجا بودن، زرتشتی ها بودن، اینا تا سر کله اسلام زشت و این الله کریه پیدا شد، هر کس غیر از ما میاندیشد خرابش کنید، سرش را ببرید، زن و بچه‌ش هم بیاید غارت کنید، بچه‌هاش هم ریپ کنید، این فلسفه‌اش بوده، این اسلام عزیز. برید نگاه کنید به حرف من، خواهش میکنم گوش نکنید، یعنی فکر نکنید حرفای من نمیدونم یه چیز یقینی نیست، خود شما لطفاً برید به این تاریخ‌های اول اسلام نگاه کنید، نگاه کنید به باقری، نگاه کنید به طبری، نگاه کنید به ابن خلدون، به مسعودی، گردیزی، هستن بسیار هستن، اینا کارشون چی بود، چگونه اعراب میزیستن، چه آدم‌های خوبی بین اینا بود. شما اگر نیک بنگرید و به حرف مخلصی توجه کوچی بفرمایید، می‌بینید همه آدمای درجه‌ای که اسلام داشت اینا همشون پروردگان جاهلی بودن، از روزگار جاهلیت بودن، در جاهلیت بزرگ شده بودن، سعی صدری داشتن بعضی اینها، بزرگواری داشتن بعضی اینها. این اسلام آمده از این مردمان آزاد این بیابان‌ها یک مش آدم به وجود آورده، از خوناشام، تشنه زور، تشنه زر، آدمکش و بی‌شرافت. مجاهدان اسلام، اوج این مناقشات آدمکشی ها در واقع بعد از عرض شود که از این خلفای نخستی رد میشن، حکومت علی بدترین نوع حکومت های تاریخ عرب بوده از بی سیاستی او و مناقشاتش با پسر عموش و اینا، همه قبیله بودن و هم قوم خویش بودن، کمتر عربی است. این آخوندا دیدین دختر این زن اون، دختر عمه اون، زن این، اینا همه اینا پیتون پلیس دارن با هم، اونا هم همینجوری بودن. دختر آقای وحید خراسانی، زن پسر نمیدونم چی چیز آقای خاتمی، زن چیز آقای خاتمی، خواهر خاتمی، زن فلان جنایتکار اهریمن اون طرفی، دوباره عمه اون اهریمن، دوباره زن این یک اهریمن است. نگاه کنید همه اینها به هم متصل هستن، دزدان، دزدان جنایتکار. تعجب میکنم من،
آقا این مملکت ایران همیشه دلاوران و آزادی خواهان داشته همواره، اما امروز نمیدونم چی بگم واقعا. عربا رو نگاه کنید، همه متحد، لیبیایی ها، مصری ها، ما نشستیم یکی اون میگیم ما که کردیم، که اصلا ما برای کرد، اصلا کرد برای خودش کرده، بایستی بده کردی کنه، ما ایرانی نیستیم. یه دم پیدا شد در آزم ما که ترکیم، که آقا ما نوکران علیوف هستیم و اصلا حضرت آدم هم ترک بوده و اصلا این فارس ها ما رو بیچاره کردن. تا این گرفتاری ها هست این بدبختی ها هم خواهد بود. باری برگردیم سر این دزدان مدینه. الله مدینه خب البته ذهنیتش هم مال اهل مدینه است، به در جای دیگه نمیخوره که، یعنی الله مدینه به در سوئیس نمیخوره، الله مدینه به در چین نخورد نمیخوره، به در ایران هم نمیخوره، به در مدینه. چیکار میکنه الله مدینه؟ چیزهایی رو برمیکشد و به اینها پیشنهاد میکند که اینها دوست دارن، مثل دزدی مثلا، فرض کن بیابونگردی، دزدی هم چیز بوده دیگه، بالاخره بوده، گرفتن اموال، چون فقیر بودن مال دیگران رو بگیریم، چون پیاده روی سخت بوده در این درد میکنم وادی های هولناک، اسبا مردم رو بدزدیم، شتراشون رو بگیریم. یک مش آدم خونخوار در اونجا درست کردن و شروع کردن، عرض کن اول از خودشون بدزدن، وقتی که تمام شد شروع کردن اما دزدیدن و از رومیا دزدیدن و فلسطینیا دزدیدن و لبنانیا و همینجا. بعد مناقشات شروع شده، علی پسر عموش، حسین پسر عموش، یزید پسر عموش، خب اینا پسران اینا عبدالمطلب هستن دیگه، ابن زیاد هم پسر عموش، ابن زیاد یعنی پسر زیاد، عبیدالله پسر زیاد، زیاد پسر کیست؟ پسر سفیان، سفیان کیه؟ پسر عموی اینا. شمر که دایی، باری روزگاری که مختار ظهور کرده که بسیار مرد محید مکال دروغگوی بوده و چندین بار مبرخ به دروغگویی و حیلگریش و عرض میکنم مکر و اشارت کرده است، همه روزگاری بوده که جنگ داخلی شده، یعنی از فرط ضعف و فتور این بنیاد بنی امیه داشته دگرگون میشد. ما یک آدمی داریم به نام عبدالله ابن زبیر. زبیر اون کسی است که یکی از عرض کنم سابقین بود در اسلام، مرد بزرگی بود، بعد تبدیل شد به یکی از دزدان معروف مدینه. عرض شد که این پسری داشت زبیر که در واقع می شود گفت که از خواهر عایشه، از اسماء، که اون هم زن بزرگی بود، اینا ابوبکر دو دختر داشته است حقیقتا بی نظیر، یکی عایشه کمی باری، او هم مکه رو گرفته بود و خودش خلافت در مکه رو انداخته بود و در این میانه محمد حنفیه رو داریم که لایقترین فرزندان علی حسن و حسین نیستن. شما برید نگاه کنید، اینا که فضیلتی نداشتن، که نه عالم بودن نه شجاع بودن نه کسی اینا رو تحویل میگرفت، این حسن و حسین. منتها ما آخوندهای شیعه بایستی این نسب را برسانیم به حضرت ختمی مرتبت که بگوییم از سیادت ما ثابت بشود، تبلیغ کنید برای حسن. ولی آدم درست حسابی که هم اهل شمشیر بود، مرد دلاور بود، هم اهل دین بود و خدا پرست بود و او امام میگفتند و حقیقتاً به اعتماد داشتن، محمد حنفیه بود که از فاطمه نبود. ولی نگاه کنید به تاریخ، ما باید این در این فکر خود رو باز بگذاریم، نبندیمش. ما در اینجا آمدیم در این آمریکا 35 سال پیش چند چیز یاد گرفتیم، میگیم آقا این آقا اوپن مانده، اون یکو کلوز مانده. اوپن مانده یعنی کسی که در فکرش بازه برای چیزهای جدید، اونی که در فکر رو میبنده اجازه ورود اندیشهای تازه نمیده، در اون سفاهت خودش و جهالت خودش و تعصب خودش باقی میماند. نخیر، من بر این هستم که حضرت مولا علی لنگر زمین آسمان است. یک مرد فرزانه بزرگوار ما داریم، نامشون رو نمیبرم، گفت که یکی از این نزدیکان ما بر این هست که حضرت مولا علی
لنگر زمین آسمان است. اون روز شما گفتید این آقا زده به قوزک، امر متخصص قوزک ها بوده و اینا، ایشون دیگه حاضر نشد اصلا اسم شما رو بشنوه. میگم چرا؟ میگه حضرت علی لنگر زمین آسمان. گفت آقا بفرمایید که این زمین لنگر ندارن، با سی بیشتر از 30,000 کیلومتر در ساعت این زمین در حال چرخش است و اینها در فضای لایتناهی در یک مسیر مشخصی. گفت نه، ایشون باورش نمیکنه، میگه زمین ثابت رو شانه های علیه. گفتم پس به ایشون بگویید که پاهای علی هم روی شانه های ابن ملجم لابود، اگر ابن ملجم توانسته این رو بکشه پس اون از این برتره دیگه. از اینجور حرفای مهمل لا تائل، واقعا عقاید پوسیده پوچ. عرض کردم ما مردمان خداشناسی بودیم، حالا هر بود و نبودش مهم نیست، اما این هست که معتقد بودن به یک امر عالی و متعالی شاید ذهن رو به طرف تعالی ببرد به هر صورت. اما شدیم قبر پرست و یکی کلب علی و یکی کلب حسین و یکی کلب زین العابدین و یکی کلب کاظم و یکی کلب باقر شده است سر این قبر، سر این قبرهای پوسیده. این طرف رو ببینیم استخون عربی یه گدای کجا پیدا میکنیم سرش گریه کنیم و اینا، از فرط انحطاطی که در جامعه عرض کنم که رایج و حاکم شده است بر اثر این حملات این عرض کنم ترکان و مغولان که بنیاد این مملکت رو برانداختن و این ایرانیان بیچاره هی تمدن ساختن، هی دزدان بیانگرد دشت قبیابانگرد دشت قبچاق و دزدان مدینه هی آمدن و خوردن و خراب کردن، تخریب کردن، دزدیدن، غارت کردن و بردن. تو جامعه ما این شکلی شد که ملازم فرمایید در زمان قاجار. باری این محمد حنفیه رشیدترین اولاد علی، این محمد حنفیه بود به طوری که اساساً یک دینی به وجود آورد، نه که بخواد انشعاب کند. از بس به اون مهر داشتن پیروان او، مدت‌های مدید برای چند قرن گروه پیروان او بودند. پس یکی هم او بود، یکی هم مناقشاتی بود بر سر خلافت در دستگاه اموی. این مختار پیدا شده بود که این خلافت رو به هر وجهی هست بگیره و به چنگ بیاره. اینا زیگزاگ میکرد بین محمد حنفی، میخونم ببینید چه ترفندایی بوده، چه کلکایی به هم میزدن اینها. اما کسی که حکمش روا بود و به او احترام داشتن محمد حنفی بود. و نسل بعد این جنگجویان عرب یکی هم ابراهیم بود، پسر مالک اشتر، ابراهیم ابن مالک اشتر، که او هم بسیار بسیار مرد دلاوری بود و این مختار پیدا شده بود و میخواست کودتا بکند. اجازه فرمایید که از مجموعه باران نور دوست گرامی جناب فرهی ما یک آهنگ بشنویم. عرض میشود که برمیگردیم خدمت شما و داستان مختار دوست. مطربان خوشگو اسرار عشق برگو، تا در سماع آییم دستان ماست امشب. دستی بزن که ما را در سر فتاد شوری، پایی به کوب و برج جولان ماست امشب. کوی یار می آید
نسیم باد نوروزی از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی از این باغ در مدد خواهی چراغ دل برافروزی یارا چگان جر خورده ای داد خدا را صرف عشرت کن که قارون را زیان ها داد سودای زرندوزی ها بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود، جای دیگر نمی
جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. درود بر شما وطنان گرامی، صدای آقای فرحی بود در مجموعه باران نور. تلفنشون هم یک بار اعلام میکنم خدمت شما، 818-439-1943. مستقیم میتونید زنگ بزنید و این نوارها رو سفارش بدید، 818-439-1943. خب برگردیم به این داستان. عرض کنم که ما از روز اولی خدمت شما بودیم، این داستان آزادی رو هی گفتیم و گفتیم و گفتیم و گفتیم و واقعا غیر قابل تصوری که در روزگار ما میبینیم که کشورهای عربی اسلامی که اینا هزار سال هست یا بیشتر که اینا زیر سیطره استبداد هستن و به آیه شریفه عرض کنم که احترام بگذارید، به عرض کنم کسانی که از شما هستن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، گفتن آقا ما اولو الامر لازم نداریم. و این بر اثر توسعه ارتباطات و همین اینترنت و همین فیسبوک و توییتر و درود بر علما، اولو العزم ها، این که این پایه فیزیک مدرن رو بنیاد کردن که آدم ها رو به هم نزدیک کردن. مردم مصر عرض میکنم الان هم ماجرای لیبی و سوریه هست، یکی از کثیف‌ترین و پلیدترین حکومت ها رو این مردک، پدر این مردک داشت، اون حافظ الاسد، که میگویند در یک شب حدود 10,000 نفر یا 20,000 نفر در یک شهری کشت به خاطر مخالف او بودن. مردم بیزار شدن و عجب اون که این آقا چشم پزشکم هست. خدمت دوست بزرگواری بودم از پزشکان محترم این شهر و دو مطلب به من گفتن جالب بود. یکی این که این بشار اسد چشم پزشک هست در لندن، گویا چشم پزشک هست. میگم من تعجب کردم چجوری این پزشک میتونه آدم کشی بکنه. این یک مطلب. دیگری گفتن یک هم دوره من دارم در سوئیس، رفتم اونجا دیدم منزل کوچیکی داره، یک زمین خیلی خیلی وسیعی هم هست، نمیدونم کجای سوئیس. پرسیدم که اونجا بیمارستان روانی است و از جمله بیماران این بیمارستان قذافی است که سالی یک ماه بیمار روانی میاد اینجا معالجه میکنه. و مطلب دیگری که اشاره کردم به لحاظ تاریخی جالب بود این که همه این آدم کشانی که بر قدرت می نشینن و مثل آدم خورا عمل می کنن، یک چیزشون خرابه به لحاظ فیزیکی. راجع به هیتلر صحبت کردم و عرض کنم استالین که دستاش انقدر بلند بود که از زانوش می افتاده پایین تر، مرتب دستاش بالا نگه می داشت و اینا، و چند نفری دیگر، باری و لیبی و لیبیایی ها به کمک ناتو یکی یکی دارن این شهرها رو از دست میدن. به زودی آقا با مسپر میکنن، میگفتن باید فرار کنه به ایران. یک دوستی میگفت آقا این چون این آدم کشان آخوندها اونجا به این کمک میکنن و این قبلا هم کمک میکرده به این آخوندها و اینها، ممکن است فرار کند به ایران. حالا اونش که البته معلوم نیست. اما سوریه هم در خط هست. البته مردم بیچاره سوریه، من یادم نمیاد کی بود این حافظ الاسد آمد، نمیدونم زن بعد از عرض میکنم عبدالملک مروان بود یا معاویه ابن ابو سفیان که این آقا آمد و اونجا نشست با اون تسبیحش و اون قیافه و اینا تا این که مرد. و این من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، نشسته حالا این آقای بشار اسد و مردم نمیخوان، آقا استبداد نمیخوان. و تا اونجا به ایران مربوط است، دیدم یه آقای آخوندی به نام وحید خراسانی قبلا گفته بود که آقا حبس خیلی خیلی امر شدیدی است و کسی میتواند به حبس امر بدهد که به عمق فقه شیعه پی برده باشد. یعنی چی؟ به تعریض لا بل به تحریض. یعنی این که این آقا بی سواده. به تصریح ببخشید، یعنی آقای خامنه ای مرد بی سوادی است و هست، یعنی اطلاع از این حتی این علم این فقه بوگندوی شیعه هم ندارد. و بعد پیغام دادن که آقا حرفت تعدیل کن یا پس بگی.
گفته است من حرفم پس نمیگیرم، به جهت اینکه با تفکر و تعمق گفتم و باز بیشتر هم خواهم گفت، چیزهای خواهم گفت به کسانی برخورد. یعنی آخوندها هم صداشون در آمده و این آخوندهایی که در قم مفتخوری میکنن، نمیدونم چند دهه هست در اونجا نشستن و مال مردم رو میخورن خمس و زکات، و اونهایی که در حوزه های نمیدونم این همین حوزه های طلبگی اصفهان و خراسان و کربلا و این گداخانه ها هستن، به محضی که یک مدرسه ساخته میشد، یک لوله کشی آب میشد، فریاد بر می داشتن که اسلام در خطر، بیضه اسلام به خطر افتاد، حتما وقوف دارن که کلیت این اسلام عزیز به خطر است در این مملکت ما، و اینها وظیفه تاریخی دارند که با این ستمکاری مبارزه بکنن اگر میخواهند این دستگاه ابو عبدالله الحسن و این گدابازی در مملکت ما بمانند. نه نانی هم گیر اینها بیاد، امروز باید یه همتی بکنن به مردم کمک بکنن. بله این اخباری بود که در باب آقای وحید خراسانی. این نکته دیگه هم که خدمت شما عرض کنم، آمریکا محل آزادی بیان هست. بعض این رسانه ها قضیه رو خیلی دور بردن، مثل این تشکیلات فاکس. مثلا شما این فاکس نیوز رو نگاه کنید، یک مش دست راستیان حرفای مهمل خشن بی سر و پا میزنن. بعضی از هموطنان ما به خصوص دوستان استبداد سابق هم فقط میشن فاکس نگاه میکن. این اوباما رو باید گرم زندان کرد آقا، سرنگونش کنید از اینجور حرفا. اون MSNBC درست برعکسه، اونا دیگه محل گیا و هموسکشوالا و عرض میکنن که بیخیالا و اینهاست، دیگه خیلی زیاد لیبرال هستن. این میانه CNN معتدلتر و بالانستر از همه CNN هست. اگر اخبار گوش بفرمایید بگو من CNN نگاه میکنم بعض اوقات. اونها از دو سو رادیکال هستن، به خصوص فاکس که واقعا جای وحشتناکیست، در واقع یک تشکیلات خبری دیگه نیست، به صورت یک تشکیلات سیاسی در آمده این فاکس نیوز و MSNBC. این یکی به راست زده، اون یکی کاملا به چپ زده. شما نگاه کنید فحوای سخنان اینا، هیچ کدام اینا معتدل نیستن، اونا زیاد از حد پشتیبانی میکنن از لیبرال ها و آدم های مثل اوباما، اینها بیش از حد خصومت میبرزن. البته این طبیعت دموکراسی آمریکاست، خیلی هم خوبه که هر کسی حرفش رو بزنه. اما یک تشکیلات خبری وظیفش تحلیل اخبار هست مبتنی بر حقایق، تا این حد جهتگیری سیاسی چهره اون تشکیلات رو در واقع مظنون و مشکوک میکنه. خب برگردیم سر مختار حیلگر ببینیم که چی شد در اون داستان. بله خب داستانش خیلی خیلی جالبه. این آقا میخواست کلا به سر همه بگذاره، کلا به سر محمد حنفیه گذاشت، آمد به دروغ و من نماینده اون هستم. بعد خبر شدن که مثل که نیست، بعد شروع کرد گرفتن و کشتن این نمیدونم شمر و داره دسته و اینها. رفتن گفتن امام، بهش گفتن امام، علل اطلاق و امام میگفتن. این نماینده توست، نگفت آره، نگفت نه، نخواست دروغ بگه، گفت بالاخره انتقام خون حسن رو گرفتن لازمه. بعضی ساکت شدن، فکر کردن خب این مختار است، اما نماینده هیچ کس نبود. کسانی هم که به مختار کمک کردن معدودی از اشراف عرب بودن و پادوها، بیچاره ها، ایرانی های بدبخت اسیر اونجا در حوزه این بسته و کوپه و اون داره دسته اینجا بودن. اینها هم فکر کردن که این مختار اینها رو نجات میدهد. اینها عرض کنن دنبال این افتاده بودن، اما این بسیار مرد حیلگری بود و بسیار مکر و دستان داشت به قول مورخ، و من بعضی مطالب اون رو خواهم خوند. بله ببینید اینجا، خب خیلی پیچیده است مطلب، بعضی جاهاش که مهم میخونم. میگوید مختار همی دعوت کرد، دعوت کرد مردم رو، میگو با من بیعت بکنید، و میخواست در واقع قدرت رو به دست بگیره. نه موضوعش خونخواهی حسین بود، نه اینکه
کاری به اصلا به ایران رفتی داشتین مردک؟ اینها بازی قدرت بوده، یک زمان بین اولاد ابو سفیان و علی و اولادش بوده برای قدرت. چون کسی بخواست خداشناسی بکند که مثل امام جعفر صادق و مثل همین محمد حنفی میره میشه در مسجد، آقا هی شمشیرش دست نمیگیره فکر کودتا بکنه مثل حسین. خب میگوید مختار همی دعوت کرد که مرا محمد حنفیه فرستاده است، و محمد خود به طاعت خدای مشغول بود. و چون مختار گفت خون حسین طلب میکنم، او را به دروغ منسوب نکرد که او را گفتی مکن. و مردمون دانستند که محمد الحنفیه با بزرگواری و علم وی اون مذهب مختار و فسادها و خون ریختنها نفسندد. یعنی مختار هم فاسد بود، فساد میکرد، خون ریزی میکرد، آدم کشی میکرد. مختار آمد ایرانی ها را آدم کرد. فیلمش را بسازی و چه میدین مختار چه فلان فلان شده بوده، به ایرانی چه ربطی داره؟ این همه داستان های زیبا از دلاوری های ایرانی ها در گوشه کتابخانه ها موش های موزی اوراق زرین این کتب رو میجوند، سرمایه های ملی ما میره بعد برای این دزدان مدینه، بعدش هم اینا دزدان بصره و کوفه و دمشق و اینا بودن. خوب توجه فرمایید. میگوید که و مردمان دانستند که محمد الحنفیه با بزرگواری، هرگز اینجور صفات رو برای حسن حسین مورخ به کار نبرده، بزرگواری و علم و خداشناسی اینا مطلق، با بزرگواری و علم وی اون مذهب مختار و فسادها و خون ریختن نپسندد. از بحر اون مختار را کذاب خواندندی، کذاب یعنی بسیار دروغگو، صیغه مبالغه است، یعنی کذاب، کسی که کارش دروغه از صبح تا شب. این مختار بوده، این که آمده ایرانی ها رو آدم کرده به قول این آخوندهای پسفسرت دروغگو، آخوندهای کذاب، کذاب ابن کذاب. خب میگوید که از بحران مختار را کذاب خواندندی. پس اون مختار دید که محمد نپذیرد و بدون نام نکند، و چون سر عمر ابن سعد و آن پسرش و آن شمر بدو فرستاد، رسول او را جواب نکرد جز اون که گفت خدای او ما را پشت بود. نگفت خوب، نگفت بد، برداشته سر یه بچه 5 ساله رو بریده، رفتن ابن سعد رو بگیرن، بچه 5-6 سالش منزل خوندم براتون. اینقدر این رزل بوده این مختار. گفتم پسر جون بابات کو؟ گفت من چه میدونم، بابام نیست منزل. حالا فکر کنی بچه پسر 5 سال یا 6 ساله اومدم این آوردن پیش مختار، بچه 6 ساله. پسر جون میدونم تو گناهی نکردی، ولی من مجبورم سر تو رو ببرم راحتت کنم. این آقای مختار داره سر اینه بریدن، بعد پدرش گیر بودن، سر پدرش بریدن، سر پدر پسر تو زنبیل گذاشته فرستاده. کار اینا این بوده، نمایندگان الله از اولم کارشون همین بود. یهو میدین مولا علی داره میاد 4 تا سر دستشه. تاریخ هست نگاه کنید، ما ایدئالایز کردیم اینا رو، فکر کردیم اینا رو آدم حساب کردیم، فکر کردیم اینا معنویت و روحانیت سرشون میشده، مطلق این چیز حالشون نبود. خب پس مختار نامه کرد سوی عبدالله ابن زبیر، زیگزاگ میکرد که سر یکی از اینا کلاه بذاره به یک وجه دیگری رو تضعیف بکنه و خودش بتونه قدرت رو به دست بگیره. خیلی جالب این ترفندا و نیرنگای مختار. پس مختار نامه کرد سوی عبدالله ابن زبیر که در کجا بود؟ در کوفه بود، در ببخشید مکه رو گرفته بود، اونجا نشسته بود. این همون کسی بود که حسین رو تشویق کرد که برو اگه میخوان تو رو خلیفه کنن شما زود از اونجا برو بیرون، چون رقیب نمیخواست. بسیار دلیر بود و بسیار مهیل هم بود، سیاستمدار بود این پسر زبیر، و گفت تو دانی که من نخستین کسی بودم که با تو بیعت کردم. حالا میخواد کلا سرش بذاره ها، سر ابن زبیر. و تو را در مکه من آشکار کردم و تو دانی که پیش تو چند حرب کردم با سپاه شام، و چون کار تو راست بیستاد با من وفا نکردی،
بدون چه گفته بودی و مرا به مکه همی داشتی و ولایت ندادی و نه هیچ کاری فرمودی. برخواستم و به کوفه آمدم و در خانه بنشستم و مردمان از عبدالله ابن المطیع به گله بودند و او را از کوفه بیرون کردند و بر من گرد آمدند و گفتند شهر نگاه دار، و من شهر را نگاه داشتم و این کردم از بهر طاعت تو کردم. اکنون کوفه را همین نگاه دارم تا چه فرمایی. حالا میبینه امام محمد حنفی جوابش نده، حالا میخواد یه جوری از اون یه حکمی بگیره که مشروعیت بده به حکومت خودش. و نامه پنهان از اهل کوفه و از محمد الحنفیه به سوی عبدالله بن زبیر فرستاد. یعنی به این اون نگفت، محمد حنفی هم در جریان نگذاشت، دیپلماسیش اینجوری بود. خلاصه این مختار نامه رو فرستاد خدمتی که پسر زبیر عبدالله، بسیار مرد دلاوری بود، و بدین اون خواست که عبدالله بن زبیر امیری کوفه او را دهد. چون عرض کردم جنگ داخلی بود دیگه. عبدالله ابن زبیر مردی بود که در زمان وی از وی با فریبتر و مکر و دستانتر نبود. اون خودش خداوند حقبازی بود و خداوند دیپلماسی بود و خداوند عرض کنم که ترفند و نیرنگ بود. مختارم همینجور. و دانست که مختار با وی همین دستان کند، داره کلاهبرداری میکنه، میخواد کلک بش بزنه تا امیری کوفه از وی بستاند. کتابی که دارم میخونم نزدیک 1100 سال پیش نوشته شده. هموطن، این دیروز و پریروز و پس پریروز و 100 سال پیش و 200 سال پیش و 400 سال پیش و 800 سال پیش نوشته نشده. حقایق امور اگر هست در این کتاب هاست. خب همین دستان کن تا امیری کوفه از وی بستاند. پاسخ کرد مختار را و گفت من نیت تو دانم، ولیکن مردمان چنان اندیشند که مرا مخالفی، و اگر من تو را امیری دهم نه تو را نیک بود و نه مرا. اینک امیری به کوفه فرستادم، کوفه را به دو سپار و برخیز و زی من آی تا مردمان را طاعت ظاهر شود، و اونگه من تو را پاداش بیش از اون کنم که تو پنداری. حالا اینم خواست به این کلک بزنه، گفت آره راست میگی اینا، من میدونم تو چی میخوای، من یه نفر میفرستم با یه تعدادی سپاه، کوفه را تحویلش بده، تو بیا خدمت من، طاعت من کن تا مردمان بفهمن که تو مشروعیت داری، من بفهمن تو راست میگی، و من اونقدر به تو حکومت خواهم داد که فکرم نمیکنه. آقا میخواد به اون کلک بزنه، اینو بگیره بکشه، پسر زبه اینم میخواد کلک به اون بزنه. خب و اونگه من تو را پاداش بیش از اون کنم که تو پنداری. و عمر ابن عبدالرحمن ابن المخزومی را بخواند و او را 1000 مرد بداد. گفت برو به امیری کوفه و رسول مختار را با جواب باز فرستاد. رسول پیش از امر به کوفه آمد. مختار متحیر شد و دانست که مکر او در عبدالله ابن زبیر کار نکرد و ایداد بیداد کلکمون نگرفت، و ندانست که چه کند و نتوانست با امر حرب کردن و جفا با عبدالله ابن زبیر آشکار کردن یا آشکارا کردن. گفت خب این حالا یه سپاهی فرستاده، نمایندهش زودتر از سپاه رسید، گفت آقا حیلت کار نکرد و این آقا یک امیری با سپاه فرستاده که بیاد اینجا رو از تو تحویل بگیره، خودتو بخواد هر چه فکر کرد چه بکنه، که یک حیله شاهکاری به خرج برده. اینجا حقیقتا هوشیار بوده این مختار در این کارها، ببینید چه کرده. و نیز کوفه را به دو سپردن، نمیخواست کوفه را بده، نمیخواست پیش عبدالله بده، نمیتونست جنگ بکنه، چون اگه آشکارا جنگ میکرد خب معلوم میشد که این از هیچ کس نمایندگی نداره و براش بد میشه به لحاظ سیاسی. و اندر ماند اون چه بکنن. پس زایدت ابن قدامه و او را 500 مرد و 70,000 درم داد و گفت برو و به بادی اندر شو پیش عمر ابن عبدالرحمن که از مکه همی آید به امیری کوفه از قبل عبدالله ابن زبیر، و او را بگوی که تو را روی نیست به کوفه، و شنیدم که تو را عبدالله ابن زبیر 30,000 درم داد، اینک 70,000 درم بگیر و بازگرد، و اگر باز نگردد اونگاه سپاه او را بنمای و بگوی که او را چندین سپاه هست. گفت بهترین کلک این است که من یه آدمی بفرستم، یکی رو فرستاد با 500 نفر 70,000 درم، یعنی 70,000 نقره داد، گفت برو پیش این مفتی که داره میاد از جانب عبدالله، بگو که پدر جان
این کوپه رو نمیده، میگه این 30,000 درهم اون به تو داده. داستان همیشه سر پول بوده و قدرت، داستان محمد، داستان نمیدونم علی، داستان خمینی، تمام دارسته این علی خامنه‌ای داره دست سر پول و قدرته، هیچ مطلب دیگری نیست. زر و زور که البته زر و زور که آمد زرم میاد پشتشه، اینه که اهل زر و زورن دائم زرم میزنن، یعنی حرفای بیمعنی. گفت برو بگو که آقا تو 30,000 درهم گرفتی، این 70,000 یا این 70,000 درهم قبول کن و برو، دیگه بر نگرد دیگه، برو دنبال کار زندگی. یا اینکه سپاه رو میبینی 500 مرد جنگی پشتش هم سپاه داره میاد، یعنی در واقع هم بهش امید داد هم ترساندش این مرد رو، خوب خوب کلکی زده، ببین چه کرده. خب میگوید که زایده برفت و امر با نیمه بایده اندر یاب و امر با نیمه بادی اندر یاب و به منزلی فرود آمد، یعنی وسط های بیابون پیداش کرد و او را این پیغام بگفت و بر امر ابن عبدالرحمن درم عرضه کرد، درم عرض کرد. امر گفت چاره نیست از آمدن به فرمان امیرالمومنین، گفت من از عبدالله زبیر ماموریتم چاره ندارم که بیا. زایده گفت این 500 مرد بدون آمدن که تو را نهلند که به کوفه اندر شوی. عمرو بن عبدالرحمن را بدید پدید آمد که او را نگذارند، گفت ما را عذر پذیر آمد، درم بستد و بازگشت و به مکه باز نیارست شدن و به بصره شد و با عبدالله ابن مطیع بنشست. خیلی خوب، پس این خونسا کرد، یعنی ترفند عبدالله زبیر و مختار 70,000 درهم به این بابا داد، از اینجا هم ترسوندش، اینم پول گرفت و اومد رفت بصره، نشست پیش اون عبدالله ابن مطیع، سپاهش هم سرگردون شد و مختار کارش گرفت، در واقع این ترفند نیرنگش گرفت. مختار به عبدالله ابن زبیر نامه کرد و گفت، حالا ببینید دروغگو چه چیزی گفته، چنین شنیدم که امر از راه بصره برفت، ندانم سبب چه بود مگر بترسید، او را بفرمای تا بیاید و من کوفه را به دو سپارم. ببینین مختار چه آدم دروغگویی بوده، حالا نامه نوشته به عبدالله که آقا شنیدم یه آقا داشت میاد کوفه را از ما تحویل بگیره، نیومده، نمیدونم کجا رفته، لطفا بفرمایید بیاد ما کلید این شهر کوفه را بدیم به این آقا. ببینین چه آدمی بوده. عبدالله ابن زبیر دانست که مختار همی فسوس کند، همین فسوس کند، در شاهنامه همین فسوس بسیار به کار رفته، یعنی داره نفع الوقت میکنه و داره دروغ میگه اینجا، همین فسوس کند بر وی و از این همه اون خواهد که امیری کوفه او را دهم. نامه او را جواب نکرد. پس همه مردمان را درست شد که مختار بر محمد ابن علی الحنیفه دروغ همی گوید و حرمت وی بشد. پس فهمیدن که آقا دروغگوه، از جانب محمد حنیفه هم نمایندگی نداره و بی‌آبرو شد. این بوده مختار. منتها خب چون سر ابن سعد را بریده است، سر پسر او ملعون او را بریده است، خب ما باستی برای او تبلیغ کنیم مختار خون حسین طلب کرده است، اصلا این داستان نبود، همه اینها بازی های سیاسی بود. عبدالله ابن زبیر و عبدالملک مروان که دعوی خلافت کردند هر دو از محمد حنفی همی ترسیدند که مختار صاحب سر وی است، پس چون بدانستند که او دعوی نکند ایمن شدند و نیز از مختار نترسیدند. یعنی ابهتی اگه داشت، اعتباری که داشت، به خاطر این بود که فکر میکردن از سوی محمد حنفی است، وقتی دیدن نیست دیگه اعتباری براش قائل میشن، نزدش ترسید. پس عبدالملک ابن مروان از شام عبدالله ابن حارث را بفرستاد با 5,000 مرد به وادی القرا و اون اول حد مدینه است از سوی شام و بفرمودش که مدینه بگیر و مدینه کسان عبدالله ابن زبیر داشتند و مختار تدبیر کردن گرفت که با عبدالله و عبدالملک بسنده نبود که سپاه شام بسیار بود و سپاه پسر زبیر کمتر. مختار تدبیر اون کرد که سپاه را به مدینه فرستد یا به مکه. حالا اینجا یه ترفند جالبی هم اینجا زده دوباره. حالا اینجا دو تا دشمن داره این مختار، چون محمد حنفی که سپاه نداشت ولی اعتبار داشت، اعتبار دینی داشت، اعتبار سیاسی داشت، اعتبارش هم صرف این نمی کرد. یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی عبدالملک مروان بود از مروانیا که اینا لشکر و سپاه داشتن. حالا با دو تا سپاه طرفه، میگه ببین باید چیکار بکنه اینجا. سپاه شامی ها میگه بیشتر بود، حالا مونده بود سپاه کجا بفرسته. خب میگوید که
و سپاه پسر زبیر کمتر. مختار تدبیر اون کرد که سپاه را به مدینه فرستد یا به مکه و با پسر زبیر حرب کند، یعنی با عبدالله روز جنگ کند. و همی ترسید که چون او سپاه به وادی اندر فرستد، عبدالله ابن زبیر کس فرستد تا چاه‌ها بیان بارند، اونگاه سپاه بی در وادی هلاک شود. گفت این عبدالله زبیر خیلی زرنگه، من اگه سپاه برسم مگه میفهمه میاد این چاه‌های آب رو وسط راه خراب میکنه، وقتی چاه خراب بشه لشکرم تشنگی میمیره. و اعراب آب رو مقدس داشتن، چاه‌ها رو آلوده نمی‌کردن. اولین کسی که از آب به عنوان یک استراتژی استفاده کرد و آب رو آلوده کرد، اجساد آدما رو کشتن و در چاه همین چاه انداختن، حضرت ختم مرتبه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که این کارا رو میکرد، یعنی آب رو آلوده میکرد که دشمناش رو بکشه تشنگی. این که گفتن که حسین به انتقام جدش کشته شد و به دستور جدش کشته شد، یعنی کاری که جدش میکرد در واقع این بود که مردم رو تشنگی میکشت، حالا انتقامش این پس داد و به دستور جدش کشته شد، به جهت اینکه او فرموده بود که هر کس علیه اسلام، علیه حکومت اسلام یاغی و باقی و طاغی شود او رو بکشید. و این همون این حرفه بود که مخالفان میزدن و درست هم میگفتن. گفت که این عبدالله آدم حیله‌گریه، سپاه به فستان میفرسته، چاه رو پر میکنه و این لشکر در وادی هلاک شود. همین اندیشه کرد که چه حیله، حالا یه ترتیبی دیگه هم میده، خیلی باهوش بوده، بی اندازه باهوش بوده. خب میگوید که همین اندیشه کرد که چه حیلت کند تا سپاه به بادیه توانت فرستادن. هیچ حیلت نیافت، چون عبدالملک مروان سپاه به مدینه فرستاد، حیلت ها بر مختار بگشاد. عبدالملک سپاه فرستاد، میگه راه دست این رو باز کرد برای نیرنگ و نامه کرد مختار و عبدالله ابن زبیر که این طاغی از شام سپاه به مدینه فرستاد، حالا میخواد یارو رو بکشه بگیره، ببینید با چه زبانی باش حرف میزنه. اگر مرا فرمایی تو از کوفه سپاه فرستم تا با ایشان حرف کنم، یعنی تو نامه من بده که من با دشمن تو برم جنگ کنم. حالا فکرش بود که انتظار بسه بره با خود این جنگ بکنه. خب تا من امیرالمومنین را پدید آید که تو بفهمی من مخلص شما هست. عبدالله ابن زبیر گفت نیک آید، بفرست اگر به طاعت. چی شد؟ این میخواد دوتا رقیب رو از میان ببره، یکیش عبدالله زبیره، میترسید از اینکه چاه رو پر کنه. حالا که مروان لشکر کشم مدینه، میگه اجازه من لشکر بفرستم به مدینه با اینا جنگ کنم که از اون طرف حمله کنه به این. مختار خواست که بدین بهانه سپاه به بادیه اندازد. سقعی را بخوان، یادم مطمئنی رو، نامش شرحبیل ابن شرحبیل الحمدانی، بزرگواری همدانی میخوند، ما شیرات گرفتیم یه چندین پوش رکیق داد. همدان یک قبیله بود است و او را 3000 مرد داد و گفت تو را به ظاهر همی فرستم تا با سپاه شام به وادی القرا حرب کنی و از این آن میخواهم که تو بدین سپاه به مدینه روی و آنگاه تدبیر آن کنم تا مدینه را بگیری، تا از مدینه تا کوفه بر دست ما بود و کس سپاه مرا باز نتواند داشتن و آنگاه سپاه فرستم تا به مکه شوی و با پسر زبیر حرب کنی. اکنون از اونجا برو و هر کی پرسد که تو کجا همی روی بگوی به وادی القرا همی شوم به حرب سپاه شاه. اینم فرمانش بود به سرلشکرش، چون به مدینه رسیده باشی اونجا بنشین و مرا نامه کن تا بفرمایم که چه باید کردن تا تو اونچنان کنی. پس شرحبیل با 3000 مرد از کوفه بره حرکت. و عبدالله ابن زبیر دانست که مختار از این خبر چه خواهد، اون دیگه از این زرنگ تر بود، دیگه فهمید که داستانی این چیه، میخواد با این کلک سپاهش رو نزدیک کنه به مکه و یهو حمله کنه. و گفت مرا اندر جهان دو دشمن است، یکی عبدالملک مروان به شام و یکی مختار ابن ابی عبید به عراق، و عبدالملک را سپاه بیشتر است و کار من با وی آسان تر است که او عداوت با من کرده است و با من چون روباه گربزی نکند. من مختار ندانم که دشمن است یا دوست. اکنون مختار 3000 مرد از کوفه فرستاد بدون بهانه که با سپاه شام حرب کند به مدینه به طاعت من، و همی ترسم که او بدین بهانه اون خواست که تا سپاه از کوفه به مدینه آرد به سوی من. اکنون تو با 2000 مرد برو
و با سپاه وی گرد آی. اگر بینی که به حرب سپاه شام آمدن، ایشان را یاری کن تا سپاه شام را بازگردانی. اگر مکر و فریب بینی، نخست با سپاه مختار حرب کن، اونگاه با سپاه شام. این هم یک لشکر فرستاد، گفت ببینیم نیت مختار چیه، به شهری که مورخ کن. عباس با 2000 مرد از مکه برن. حالا سه لشکر دارن میرن، همه برای هم نقشه دارن. یکی سپاه شامی که داره میره مدینه که اینا میخوان عبدالله زبری بندازن، یکی سپاه مختاره که با کلک و ترفند میخواد بره، نمیخواد با سپاه شام، میخواد همین پسر زبری رو بگیره. پسر زبری هم از اینا داناتر بود. آره یه سپاه فرستاده، ببینین ترتیب اینا چیست که خوندم خدمت. عباس با 2000 مرد رفت از مکه و با شرحبیل برابر شد به نزدیک مکه مدینه، و این سپاه بر سر آبی فرو خواست آمدن که اون سپاه دیگر برسید و فرود آمد. دوتاشون رسیدن سر یه چاه و عباس تنها برفت سوی شرحبیل و گفت مختار سخت نیکو کرد که طاعت امیرالمومنین عبدالله ابن زبیر پیدا کرد و مرا فرستاده است امیرالمومنین. حالا هر کس که حکومت داشت میگفتن امیرالمومنین بهش، که با تو یاری کنم با سپاه شام حرب کردن. شرحبیل گفت مرا خداوند نفرموده است که حرب کن، فرموده است که اندر مدینه بنشین تا بفرمایم که چه کنی. خب پس این نشون داد که این اندیشه جنگ با سپاه شامیا رو مروانیا رو نداره. عباس گفت پسر زبیر راست است و شرحبیل ننمود که من ندانستم. گفت هر چه دانی باید کردن، هر چه تو دانی. من نیز با تو به مدینه آیم. و هر دو لشکر فرود آمدن و با عباس یعنی فرمانده پسر زبیر گوسپندان بسیار بود و آرد و طعام، و سوی لشکر شرحبیل یعنی لشکر مختار فرستاد، یعنی گوسپندان خیلی زیادی فرستاد، تا ایمن شدن و سلاح بنهادن یعنی اسلحه‌شون دور کردن و به گوسپندان کشتن مشغول شدن و نان پختن. چون نماز دیگر ببود، این نماز تمام شد، عباس با مقدار 1000 سوار برنشست و روی به شرحبیل نهاد. شرحبیل گفت القدر القدر و برنشست که جنگ کند. عباس شرحبیل را با 80 که با وی برنشستن بکشت و منادی کرد و سپاه را زنهار داد و علامت به پای کرد و گفت هر که زیر اون علامت آید او ایمن است. ایشون همه برای علامت گرد آمدند مگر 300 سوار مهتران که گفتند ما به زینهار پسر زبیر اندر نیاییم. عباس با ایشون حرب کرد و ایشون به هزیمت شدند و به وادی اندر بمردند و هیچ کس از اون سپاه باز کوفه نرسید. مطلب خیلی ساده و روان و جذاب هست، اگر کسی متوجه نشده است عرض میکنم که این نماینده پسر زبیر از مکی که آمد صحبت کردید، نه مختار با ترپن این رو فرستاده، گفت خیلی خوب پس ما با هم میرویم به سوی مدینه. گوسفندهای خیلی زیادی آورده بودن برای در واقع غذای سپاه، گوسفند فرستاد. این خوشحال شد که این فریب رو خورده، اینا مشغول شدن به غذا پختن و کباب کردن که عباس برنشست یعنی سوار اسب شد حمله کرد. شرحبیل گفت القدر القدر یعنی کلک به ما زن، تا آمدن خودشون جمع جور کنن آقای شرحبیل نماینده مختار کشته شد با 80 نفر دیگه. بقیه هم آمدن زیر پرچم این آقا، جو 300 نفر اشراف اون منطقه گفتن ما زیر عرض کنم که فرماندهی پسر زبر نمیم، فرار کردن به بادیه و از تشنگی مردن. خیلی خوب پس این کلک مختار اینجا خونسا شد. عباس برفت و با سپاه شام حرب کرد و ایشان را نیز هزیمت کرد، یعنی نماینده پسر زبیر سپاه شامیار هم شکست داد، یعنی هر دو دشمن را خونسا کرد و به بادی اندر بمردند و اون کید مختار باطل گشت. پس مختار به محمد الحنفیه نامه کرد که من شنیدم که از شام به مدینه سپاه آمد و من از کوفه سپاه فرستادم تا ایشان را بازگردانید که ایشان حق نشناسند. پس لشکری منافق از پیش پسر زبیر آمدند و با خود یکدیگر زنهار خوردند و قهر کردند و سپاه مرا بکشتند. اکنون اگر اجازت فرماید سپاه بفرستم تا سپاه پسر زبیر را از مدینه بدر کنند. باید که تو مردان را بفرمایی تا سپاه مرا یاری کنند. حالا دوباره میخواد کلا بذاره سر محمد حنفیه، این نامه را نوشته. رسول مختار نزدیک محمد حنفی آمد و نامه بداد. پس جواب کرد که نامه تو من رسید، بدان که اگر من حرب خواستم کردن بسیار بسیار کسان یافتمی که مرا یاری کنند، و اگر من دست از این جهان باز داشتم و به طاعت خدای مشغول گشتم و حکم او را چشم همی داشتم، مرا چیز به کار نیست که من همه وقت چشم به حکم خدای دارم.
من اهل قدرتم، نه اهل زرم، نه اهل زورم، نشستم طاعت خدا میکنم. اگر میخواستم جنگ کنم خودم میکردم، مردان جنگی هم در اختیار داشتم. تو طاعت خدای عز و جل را نگاه دار. چون رسول باز آمد، مردمان را دروغ وی حقیقت شد. یعنی تا اینجایی که ما خوندیم چندین کلک و ترفند در همین مرد دروغوی حیلگر زده و مورده هم به وضوح دارد دروغ های این مرد کلکباز، حقباز، نیرنگباز را آشکار میکنه. حالا آخون میشنه روی منبر میگوید که ما ایرانی ها که آدم نبودیم، این مختار آمد ما را آدم کرد. خجالت آور نیست؟ من فکر میکنم که مادرها به بچه ها بایستی آموزش بدهند که فرزانگی بیاموزند، دلاوری بیاموزند، زیر بار زور نروند نوکری و در واقع عرض کنم که چاکری این ملایان و دستگاه استبداد رو نپذیرند. مملکت ما به صورت یک جامعه فاسد 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 در آمده در این ادارات. اینها داستانها من شنیدم و دلایلش رو دیدم که در این ادارات چه دزدی ها میکنن. میگویند جدیدن شنیدم که 11 میلیارد دلار پول نفت به بانک واریز نشده است. 11 میلیارد دلار. شما ببینید با 11 میلیارد دلار چه کارا نمیشه در مملکت کرد. عمرانی دستگاه دروغ و خرافات اینها از بام تا شام مشغول هست. خب بعد اینجا گرفتن عبدالله ابن زبیر محمد حنفیه را به محبوس کردن، اینجا واقع خیلی جالب و جذابی هم افتاده است که این محمد حنفیه رفته برای زیارت حج با خانوادهش و تعدادی کسان، اون زبیر اینا را گرفته زندان کرده، گفته یا به من بیعت کنه شما را آتیش میزنم. گفته به من وقت بده. گفته یک ساعتم وقت نمیدم. آدم آمده گفتن آقای مرد محترمی است، این امامه فلان. دو ماه وقت داده. بعد اینجا احتیاج پیدا شده است به مختار و مختار اومده اون رو، این در واقع مثل همین عملیات انتپه و اینا که هاستجا رو رها میکردن، مختار رفته این رو محمد حنفیه رو نجات. داستانش خیلی جذاب و شیرین است. امیر جان چه میزان وقت داریم ما؟ 5 دقیقه؟ 4 دقیقه. بسیار بسیار خوب. یک بار دیگه در باب این باران نور آقای فرحی عزیز، دوست عزیز و قدیم، صحبت میکنم. تلفنش خدمتون عرضه میکنم. عرض میشود که 818-439-1943. من شنیدم این دوست عزیز که آمدن به لس آنجلس، عرض کنم که بسیار بسیار خوش رفتار بودن با دوستان، در منزلشون همیشه باز بود. مردی عرض کنم که سخت بخشنده بود، فرهنگ فرهی و روزگار خوشی داشت اینها. و در این روزگار اخیر اوضاع به وضعیتی شده است که او رو از منزلش عملا بیرون کردن و دوستان برای او خانه گرفتن، آپارتمانی که و قصه کتابهاش رو میخورد. یک روز با من صحبت میکرد که من از این منزلم دارن من رو بیرون میکنن و من این کتابهایی که یک عمر جمع آوری کردم نمیدانم با اینها چه بکنم. به صورت با همت دوستان ایشون رو منتقل کردن به یک جای جدید. بله مصیبت ها بسیار است در خارج کشور. یک بار دیگه اشاره میکنم به این فرهنگ تاریخ بیهقی، نوشته محقق ارجمند دکتر سید احمد حسینی کازرونی، که همه لغات مشکله رو معنی کردن و در این کتاب نوشتن. این هم از اون کارهاییست که ببخشید در کنار تاریخ بیهقی حتما لازم است که در کتابخانه شما باشد. بله خیلی ممنونم از زکایی عزیز با این شعر زیبایی که برای ما فرستادند.
و سپاسگزارم از دوستان دستندرکاری که بسیار زحمت کشیده بودن، برادران سالکی، خانم سالکی، فرزین عزیز و دوستان دیگر در برگزاری این برنامه ها. خب هر کاری یک مدیریتی لازم دارد، جمع کردن چند هموطن در یک جا نیازمند خیلی کارهاست، یا هر جا که باشد، به لحاظ جا، به لحاظ مکان، به لحاظ اطلاع رسانی، به لحاظ تلفن هایی که بایستی کرد، زحماتی کشیده بودن، هفت‌سین گذاشته بودن و اونجا عرض کنم که به ساعت نمیدونم چای و شیرینی و قهوه و این همه عرض کنم که زحمتی داره. من خیلی خیلی سپاسگزار هستم از این دوستان که این زحمات رو تحمل میکنن برای برگزاری این جلسات شاهنامه حکیم فردوسی. خب وقت ما هم در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. تا فردا شب که خدمت شما خواهم بود، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم، نه الله مدینه. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.